مرگ تدریجی. دود اهریمن، اسارت، رهایی از اعتیاد. خب بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، فارسی زبانان، هر جای دنیا که هستید، خداوند با شما باشه. به فیض خداوند که حالتون خوب هستش، امیدوارم بهتر از اینها باشه. برنامه ای رو که برای شما داریم ارائه میدیم تحت عنوان رهایی از اعتیاد است. کار خداوند رهایی است. این برنامه زحمت کشیده شده، تیمی داریم کار میکنیم روش و من واقعا تشکر میکنم از خدای زنده که ما رو این قوت بخشیده تا بتونیم آنچه را که او برای ما انجام داده برای شما بگیم و شهادت بدهیم از اعمال عجیب خداوند، اعمالی که میتونه زندگی ما رو عوض بکنه، اعمالی که میتونه دنیای ما رو تکون بده، اعمالی که میتونن دیگران نگاه بکنن حتما امیدوار باشن. من معمولا در سلام امریکا و مثلا میام یا جایی مسافرت میرم، یهو یه نفر میگه که خیلی خوشحال هستم آقای میلتن شما رو میبینم، بهش من میگم اینو، میگم که این واقعا معجزه خداست که شما خوشحال هستید منو میبینید، چون یک زمانی بود که هیچ کس خوشحال نبود منو ببینه، زمانی بود که خود من از خودم خوشم نمیومد که خودم رو تو آینه ببینم، چه برسه به مردم. اما هرچی رو که داریم از فیض خداوندمون عیسی مسیح است. دوباره میخوام تاکید بکنم که این برنامه ها رو که به صورت سری داره سریالوار پیش میره و برنامه چهارم رو همین حالا داریم شروع میکنیم، خواهش من این است که اگر شما یهو این برنامه رو میبینید دقت کنید کدوم برنامه است. من پیشنهاد میکنم که به ترتیب این برنامه ها رو برید و به نتیجه مطمئن هستم خواهید رسید. برای این برنامه دعا شده، برای این برنامه ها روزه گرفته شده و ایمان دارم که عیسی مسیح برای جلال و اکرام نام خودش میخواد شما هموطنان عزیز رو که به اعتیاد واقعا وابسته شدید و داره از بینتون میبره، شما را از اونجا بلند بکنه، پاهاتون رو روی صخره بگذاره و صخره یکی از نامهای خدای زنده است، آن خدای واحد یگانه، آن نیروی فوق بشری. با نیروی انسانی ما نمیتونیم کاری بکنیم. من خدا رو شکر میکنم برای پزشکا، من خدا رو شکر میکنم برای تمامی داروها، ولی دقت کنید جایی هست که معجزه لازم هست. انسان نمیتونه معجزه بکنه، ولی خدا قادر هست که این معجزه رو انجام بده. پس پرجلال با نام خداوندمون. خب میخوام یه سوالی بکنم و سوال در برنامه چهارم ما این قسمت این هستش که اعتیاد چه نوع بیماری است؟ آیا اصلا اعتیاد بیماری است؟ و اگر هست که خب هست، چه نوع بیماری است؟ اعتیاد در جوامع علمی و پزشکی بله به بیماری تشبیه شده. اما سوال اینه، همونطوری که عرض کردم، چه نوع بیماری؟ آیا فقط بیماری است یا ورای یک بیماری هستش؟ آیا یک دردیه؟ یعنی اعتیاد مثل دندون درده؟ آیا اعتیاد مثل سردرده؟ اعتیاد مثل معده درده؟ آیا مثل سرطانه؟ یه قسمت از بدن ما سلولهاش یهو فعالیت‌های بیشتری میکنن، ازدیاد سلولی به وجود میاد، ناهمهانگی‌های اون چیزی که در وجود داره، دی ان ای و غیره و اینا همه به هم میخوره و من سرطان میگیرم، از سرطان خون و استخوان و نمیدونم چیزهای دیگه. آیا اعتیاد مثل سرطانه؟ آیا اعتیاد مثل ناراحتی قلبیه؟ یا آیا اعتیاد مثل سکته مغزیه یا سکته قلبی هستش؟ یه طرف منو فلج میکنه؟ چی بگیم برای این؟ آیا شما دیدید تا حالا کسی که سرطان باشه و میدونه که این بیماری سرطان او به هر حال رو داره میبره به طرف مرگ، موجب تمام بدبختی خانوادش بشه؟ ممکنه که شخص ثروتمندی باشه، سرطان داره، یک بیماری داره، زخم معده داره، هر نوع بیماری، و این بیماری او رو ببره، بله ضرباتی به خانواده بزنه. ولی آیا وقتی که من سرطان دارم، من یک بیمار هستم، حالا هر نوع بیماری جسمی دارم، آیا مثلا بچه‌مو اذیت میکنم، مالشو میزنم، میدزدم؟ اعتیاد بیماری هست، اما چه نوع
بیماری. چه نامی میتونیم برای این بیماری فکر بکنیم؟ و من فکر کردم، واقعا دارم فکر میکنم، ولی در این مقطع که به هر حال داریم این برنامه رو اجرا میکنیم، من میگم بیماریه که تو رو کاملا از بین میبره، تو رو فلج کامل میکنه، که با پای خودت، من با پای خودم به رایی که نمیخوام میرم. و من اینطوری بهتون بگم، اعتیاد بیماری دربند کشیدن و اسارت کردن هست. بله اون بیماریه، اما بیماریه که منو به بند میکشونه، بیماریست که منو در قفس میذاره، بیماریست که منو به اسارت میبره. صرفاً مثل یک بیماری سردرد نیست، صرفاً مثل یک بیماری افسردگی نیست، صرفاً مثل این نیستش که من فقط پادر دارم. کدوم بیمار، بیمار معمولی ممکنه زندگیش رو بدزده و بده به افرادی که دنبال این برنامه هستن؟ ممکنه بفروشه مالش رو، بخواد بره خارج برای مداوا و غیره، اما فکر نمی کنم کسی واقعا ظلم بکنه به زن و بچهش یا شوهر و بچهش. شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم اعتیاد یک بیماری فلجیه که منو طوری فلج میکنه که راه برم. تمام وجود منو در کنترل داره، ولی میگه راه برو، راه برو و این ناراحتی تو، این بدبختی تو به این ببر، پیش اون ببر و پخشش کن. اینجاست که میبینیم این اعتیاد رو اگر ما فقط یک بیماری بدونیم، فقط صرف این بیماری بدونیم، یه مسئله است. اما اگر بیماری بدونیم که این بیماری اسارت رو و بندگی و بردگی رو میاره، اون وقت موضوع ما فرق میکنه. چون اون وقت من متوجه میشم که من فقط بیماری هستم، بلکه اسیر هستم. اسیر. و شخص اسیر کیه؟ شخصی است که در قفس گذاشته میشه. که چه کسی او را در قفس گذاشته؟ علاوه بر تمام دلایل، مذاهب، سیاست، چه بدونم، خیانت‌های اجتماعی و غیره و اینا، خود من رفتم به طرف این در قفس، خواستم در اون قفس قرار بگیرم. شما چی فکر میکنید عزیزان؟ من اتفاقا منتظرم که بعدها به فیض خداوند این برنامه رو دیدید به ما بگید که نظریات شما چیست، به من بگید که، یا به ما بگید که شما چی دارید فکر میکنید. آیا این تعریفات اشتباه است؟ من میتونم ثابت بکنم که برای من، ببینید، برای من اعتیاد یک بیماری اسارت بود. یعنی من اسیر این بیماری بودم. یعنی هر سازی که این بیماری به من میزد یا این اعتیاد میزد، من میبایستی اونو برقصم. برای اینه که من میبینم که اتفاقا، برای همینه که در برنامه دوم خدمتتون عرض کردم و ادامهش در برنامه سوم، یک اهریمنی است، یک بیماری شیطانی است. نه اجالتا خود شیطان اونجا باشه، چون مردم فکر میکنن آره شیطان حتما باید شاخ داشته باشه، روحا به صورت مثل ملافعی باید پرواز کنن، اینا تخیلات انسانی ماست. شیطان اینطوری کار میکنه، وجود منو فلج میکنه، منو مبتلا میکنه، اسیر میکنه. کار شیطان اسیر کردنه، کار عیسی مسیح آزاد کردن. برای همینه که عنوان این برنامه رهایی هستش. رهایی از چی؟ از هر چیز. و اگر شما یهو این برنامه رو دارید نگاه میکنید، من میخوام اینجا پرانتز باز کنم، صحبت ما فقط مخدر نیست، بیشتر روی آن تکیه خواهیم کرد، مشروب و غیره و قمار و از این حرفا. 1001 تا اعتیاد هست، زنا، نمیدونم، سکس، مسائل جنسی و غیره، اما هر اعتیادی میتونه مخرب باشه. در فکر من میتونه من یه اعتیادی داشته باشم، هیچ کس اونو ندونه، اما خود من بدونم و از من از بین ببره. پس اینجا هر چیزی که من اسیر بکنه در رده اعتیاد قرار میگیره. من برای همین باور دارم که برای این بیماری و این بند و اسارت باید یک قوت و قدرت خاصی باشه، باید یک پزشکی باشه که بتونه این بیماری رو علاج بکنه، باید برای کسی در اونجا باشه که براش آسون باشه این زنجیرهای اسارت رو از بین ببره، اینها رو پاره بکنه. اگر به اون شخص من نگاه بکنم که نشسته و نمیدونه چی کار داره میکنه، داره فکر میکنه، داره دیگه از بین میره،
کسی لازم هست که بیاد به پشتش بزنه، بگه دردت چیه، من اینجا هستم تو رو کمک بکنم. ببینید، تا شما نرید پیش پزشک و دکتر، دکتر نمیاد پیش شما. تا شما تلفن رو بر ندارید اورژانس رو خبر نکنید، اورژانس از کجا بدونه؟ نمیاید، نمیان. برای اینه که باید شماره تلفن خدا رو گرفت و بهش گفتش که من اینجام، احتیاج به تو دارم، مرا بخوان، تو را اجابت خواهم نمود. خب چکار باید بکنم؟ پس باید من اون رو بخونم. پس در این راستای اسارت چکار باید بکنم؟ باید پیش کسی برم که او قادر هست این زنجیرها رو از بین ببره. چون عرض کردم، از دید من نه فقط اعتیاد بیماریست، بیماریست که زنجیرها دوره ور من است. شما حتما از این فیلم‌های خارجی دیدید، فیلم‌هایی که زندانیان رو مثلا از یه سلول به یه سلول دیگه میبرن، دست و پاها همه جا زنجیره. چرا؟ اسیره، اسیر اون افراده، نمیتونه فرار کنه. با اون زنجیرها کجا میتونه فرار کنه؟ ولی شخص بیمار سرطانی آیا زنجیر داره؟ آیا اسیر این مسائل هست؟ آیا کسی که ناراحتی قلبی داره زنجیر داره؟ نه. ولی کسی که در احتیاط هست، هر نوع احتیاط فکری و چشمی و گوشی و زبانی و وجودی و من جمله مخدر و مشروب، زنجیر به دسته. کسی لازم هست که بیاد با قدرت قوت خودش این زنجیرها رو پاره کنه تا آزادی به وجود بیاد. من در قسمت‌های بعدی که شهادت خودم رو به صورت مفصل خواهم داد، تا شما بدونید کسی که اینجا ایستاده با شما صحبت میکنه، کسی نبوده که همینطوری خداوند او رو به اینجا رسونده، کسی بوده که خداوند او رو از گل لجن، از گل لجن کشیده بیرون. من خود بر خودم شاهدم. شما بر خودتون میتونید شاهد باشید، من خودم بر خودم شاهدم. در یک قسمتی از این شهادتم، چون که صحبت زنجیر رو کردم، میخوام یک قسمت رو فقط بگم. پدر من که میدید هیچ اتفاقی نمیتونه برای من بیفته، من رو روی تختم بارها و بارها زنجیر کردم. زنجیر میبست به پام و زنجیر میبست به تخت. من با اون برنامه‌ای که داشتم میتونستم با سوهان چند بار با قیچی اون قفل رو بالاخره باز بکنم، ولی من تونستم اون زنجیر رو اینقدر بسابم که حلقش بیاد بیرون. من تونستم با یه قیچی شکسته به اون حرفه‌ای که در اون گذشته متاسفانه داشتم قفل رو باز بکنم. اما زنجیری که سر تا سر وجود منو گرفته، چه کسی میخواد اونو باز کنه؟ زنجیری که شیطان قفلشو زده، تو و من نمیتونیم بازش کنیم. خب اگه میتونستیم که نمیرسیدیم به اون مرحله. اینجاست که خدای ما، قوت ما، قدرت ما، سرور ما، عزیز ما، کسی که خونش رو ریخته، کسی که خون او این زنجیرها رو میتونه مثل اسید از بین ببره، میاد جلو، میاد پیش تو، میاد پیش من، به تو و من میگه به من این نیروی برتر ایمان بیار، من تو رو آزاد میکنم، زنجیرهای تو رو از هم باز میکنم، چون که او قادر هست. پس میبینیم که اعتیاد عزیزان یک چیز همیطوری علکی نیست. اعتیاد یک اسارت بزرگیست، اعتیاد یک بیماری وحشتناکیست، اعتیاد یک موضوعیست که موزن بزرگیست. پس باید چکار بکنیم؟ پس باید چکار کرد؟ من نمیدونم شما فکر میکنید که آیا راه دیگه وجود داره برای پاره کردن این زنجیرها؟ برای من نه. برای من این نیست که چون آشوری هستم، مسیحی زاده هستم و دارم تا
تعصبات مذهبیم صحبت میکنم و به خاطر اینکه میخوام اینو تزریق بکنم صحبت. هرگز همچین چیزی وجود نداره. نه، چون اگر اون کارو بکنم من دارم خیانت بزرگی میکنم. بله، من مسیحی زاده بودم، من آشوری بودم، اما در سن 27 سالگی من مسیحی شدم. اون زمانی بود که خداوند اون قوت و قدرتش رو در زندگی من به خودم نشان داد و اون قوت و قدرت هست که من میتونم اینجا شاهد باشم و به شما بگم که شما نگران این زنجیرها زیاد نباشید، نگران تصمیم خودتون باشید. تا تصمیم نگرفتی دوست عزیز من، این زنجیرها روی دستته. پس متوجه میشیم برای هر بیماری یک شفایی لازم بوده، درسته؟ برای هر اسارتی یک آزادی لازم است. پس اینطوری بهتون بگم، اگر بخوایم شفا و رهایی آزادی رو بهتر فکر بکنیم، میتونیم به نکاتی مثل بیماری چیست و غیره نگاهی بکنیم، اما تا بیماری نباشه شفای وجود نداره. قبول دارید؟ من فکر کنم دو تا چهار تاست دیگه. اگر بیماری نیست شفایی دیگه لازم نیست، اگر اسارتی نیست آزادی لازم نیست. من چطور میتونم در یه جای زندگی کنم که همه چیز آزاد، خودم آزادم و بگم که از نظر اجتماعی من در اسارت هستم در حالی که نیستم؟ ولی بله، از نظر خیلی مسائل من اسارت دارم. پس نه فقط ما انسان‌ها دارای اعتیادهای مختلفی هستیم، بلکه خبر بد اینه دارای اسارت‌های مختلفی هستیم. خیلی موضوع وسیعه. یعنی اگر ما بخوایم فقط در رابطه با اسارت صحبت کنیم، اتفاقا در یک کنفرانسی من نشستم به فیض خداوند 112 تا اسارت در آوردیم با تجربه دیگران که در زندگیشون این اتفاق افتاده بود. صحبت من اون نیست، صحبت من اینه که خب عیسی مسیح چی فرمود؟ عیسی مسیح گفت من برای تندرستان نیومدم، من برای بیماران اومدم. اگر میپذیرم من بیمارم، بپذیرم اسیر هستم. ببینید، شخص معتاد ممکنه این گول رو بخوره، بگه که من بیمارم، چون که همه دارن میگن تو بیماری. از این نظر کاملا درسته، من اصلا مخالف نیستم، ولی مواظب باشیم این رو نگیریم که من بیمارم دیگه، تو چطور بیماری، مثلا دندونت سکته کردی فلان، خب اینم بیماری منه دیگه، من بالاخره با این بیماری باید تا آخر عمر بسازم و غیره. اما این بیماری اون بیماری نیست. مواظب باشیم، چون که اگر اینطوری من به خودم تلقین بکنم، اون وقت خودم رو دارم اتفاقا در راه نادرستی قرار میدم، در راهی که دیگه هیچ پزشکی نمیتونه منو کمک بکنه، چون که به خودم قبولوندم و به خودم دارم میگم که من بیمارم، منم مثل سایرین بیمارم. اگر اونها حق دارن برن دکتر غیره، منم حق دارم، دولت هم باید منو کمک بکنه. این بله، از این نظر درسته، اما این بیماری بیماری است که من هر آن که بخوام تصمیم بگیرم، خداوند این قوت این قدرت منو میتونه تکون بده و منو میتونه شفا ببخشه و از این اسارت بیام بیرون، چون که این اسارت خیلی وحشتناک و بزرگی هستش. اما با کمک خودم، با کمک خداوند، در مسیری که قدم بردارم این امکان داره. و شما دوست عزیز من، اگر شخصی رو میدونید که در این اعتیاد هست، پسرت، مادرت، دخترت، چه بدونم، خواهرت، هر کس که هست، کمکش کن. با این امید رو ببخش که کسی هست. اگه من نتونستم کمکت کنم، اگر دولت نتونسته کمکت کنه، اگر احکام نتونستن کمکت کنن، اگر شرایط نتونستن کمکت بکنن، اگر آقایان محترم پزشکان نتونستن کمکت کنن، یک شخص هست در اینجا، او میتونه تو رو کمک بکنه. بذارید امیدوار باشی. همون چیزی که به من گفته شد، همان روزی که برادر ناتنی 12 ساله من که میرفت به کلیسا، به کلیسایی که من ازش متنفر بودم به عنوان یک آشوری، به کلیسایی که امکان نداشت من اونو بپذیرم، که چطور ممکنه یک شخص ارمنی بیاد در کلیسای آشوری به زبان فارسی صحبت بکنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ امروز من خادم فارسی زبانان شدم. خیلی عجیبه، نه؟ او به من گفت، با اون انگشت کوچکش، با اون انگشت سبابه اشارش به من گفت که میلتن، عیسی مسیح میتونه تو رو نجات بده، یک، و بعد شفا بده، دو. نجات بده یعنی تو اسیر هستی، شفا بده یعنی تو بیمار هستی. دقت میکنید؟ پس برگردم به این مطلب، برای هر بیماری باید یک شفایی باشه و
و برای هر اسارتی باید آزادی باشه. برای درک این مطلب باید ببینیم بیماری چیه و بعد اسارت چیه. امروز خیلی صحبت از شفا و آزادی هست، ولی باید اینا رو خوب درک بکنیم. یعنی چی؟ شفا وجود نداره اگر بیماری نباشه. من باور دارم رهایی وجود نداره اگر اسارت نباشه. حالا بیماری گاهی اوقات به عنوان مرض یا مرض جسمانی یا ناتوانی های جسمانی به اصطلاح نامیده میشه. و جالبه منش به شما بخونم، اینجا میگه واژه دیگری که برای بیماری به کار گرفته میشه ضعف هستش. ضعف ناتوانی در خیلی از مسائل بیماری. برخی از بیماری از طریق ادراک ذهنی بیمار برای تعریف اون بیماری به کار گرفته میشه. من ممکنه اتفاقا بیمار نباشم، ولی بر حسب تعریفات مردم، بر حسب رفتن در ترازوی اونها قرار گرفتن، یک نوع بیماری برای خودم به وجود بیارم که تلقینات و غیره در اینجا خیلی مطرح هستن و من کم کم یک بیماری رو به صورت سرایتی، نه اجالتا میکروبی ویروسی، بلکه از نظر فکری و ذهنی از یک نفر دیگه بگیرم. شما فکر میکنید که بعضی از ناراحتی های فکری، بعضی از ناراحتی های ذهنی ما نمیتونه از گرفتگی دیگران باشه، یعنی سرایتی باشه؟ من باور دارم میتونه باشه. اینجاست که باید فکر بکنیم که من به چه چیزی دارم فکر میکنم. پس دوست من، اگر تو این بیماری رو داری که زنجیرها هنوز به دست و پاته و آن پلید تو رو با این زنجیر رو به همه جا میکشونه، تو و من اگر اون هستم احتیاج به یک چیز دارم. احتیاج دارم که دکتر و دکترها، احتیاج دارم رئیس آزادی ها که یکی از نام های عیسی مسیح رئیس حیات هست، بیاد اینها رو از من دور بکنه و منو کمک بکنه تا بتونم نه فقط به او ایمان بیارم، بلکه به آن آزادی که او به من میبخشه، آن شفایی که به من میبخشه نصیبم بسازم. اما نباید برای شفا فقط رفت نزد عیسی، نباید فقط به خاطر آزاد شدن رفت پیش عیسی. ما یک روز خواهیم خوابید، میمیریم. چه کسی حیات جاودانی رو قرار است که به شما و به من بده؟ چه کسی؟ اگر من امروز آزاد شدم، اگر من از بیماری شفا یافتم، نهایتاً میمیرم. ولی سوال اینه که آیا با او خواهم بود؟ 10 تا ابرستی بودن. حتما شما این داستان رو میدونید. در اناجیل نوشته شده. خب اومدم پیش عیسی مسیح. عیسی مسیح همه اونها رو شفا داد بدون اینکه سوال بکنه تو اهل کجایی، چیکاره هستی، چون که عیسی مسیح میدونست در فکر و وجود مردم چی میگذره. امروز هم میدونه. همه رفتن. یک شخص برگشت سامری و میدونید که سامری ها در رابطه با مسائل یهودی و غیره اینا خودشون رو نجس میدانستن و مسیح از او پرسید که ما بقی کجان؟ نیستن، خداوند، اونا رفتن. اونا شفا یافتن رفتن، ولی بدون نجات رفتن. این شخص شفا گرفت، برگشت پیش عیسی مسیح، چون که شفا برای او فقط این نبود که من شفا پیدا کنم، بلکه این بود که من میخوام با تو باشم. و عیسی مسیح نه فقط او رو شفا بخشید، بلکه حیات جاودانی در نجات خودش داد. پس من معامله نکنم با شنیدن این برنامه ها که خب شفا رو بگیرم فعلا، آزادی داشته باشم فعلا، رهایی داشته باشم و بعد دیگه ولش کن دیگه. میتونی داشته باشی، خدا اینو بهت رحم میکنه میده، اما آخرتش فکر نمیکنم زیبا باشه و خوب باشه. شما مدیون میشی. اگر من و شما در استخری داریم شنا میکنیم و من خوب بلد نیستم شنا بکنم و دارم غرق میشم، دست و پا میزنم و نجات خلیق شیرجه میزنه، میاد منو میکشونه، من فکر نمیکنم اون شخص رو به این آسونیا فراموش کنم. و اگرم فراموش بکنم، هر جا استخری ببینم، هر جا دریایی ببینم، هر جا شناگری شنایی ببینم، حتما به یادم میفته که یه روز من غرق میشدم. خدا برکت بده اون نجات خریگ و پرید منو نجات داد. همچنین هست کار خداوندمان در این راستای بزرگی که او انجام میده برای همه ما. ناتوانی رشد
اصطلاح مورد استفاده برای توصیف ناتوانی‌های شدید مربوط به اختلالات روانی یا جسمی همچنین به کار گرفته میشه. هم بیماری‌های جسمی هم روحی روانی میتونن بر اثر رابطه با مردم به وجود بیان. خیلی وقتا ما میتونیم موجب اعصاب خردکنی یکدیگر باشه. معمولا هم اینطوری میگم یه سوهان اعصاب من شده شخص. در زبان‌های مختلف هم به خیلی جالبه اگه ترجمه بکنیم خیلی خنددار میشه که من این کارو نمی‌کنم، ولی مردم معمولا اینو میگن. از بدن و ذهن که درد و اختلالات پریشانی به فرد دیگه واقعا میتونه سرایت بکنه. ویروس نیست، میکروب نیست، ولی من با ناراحتی‌های اعتیاد خودم میتونم این همسر عزیز و گرامیم را که خدا به من بخشیده تا او را خدمت بکنم، چون برای من معنی ازدواج اینه که تا آخر عمر بتونم کسی را که خداوند به من سپرده خدمتش بکنم، فرزندانم را همچنین با تمام قوت و قدرتی که دارم، هرچی که دارم کم یا زیاد. چطور من با اعتیادم میتونم، باور کنید شده دیگه، مردم دارن به ما میگن، خودمون در زندگیمون دیدیم، اعصاب این زن نازنینم رو، اعصاب این شوهر گرامیمم رو خراب بکنم و او رو بیمار بسازم، او رو از نظر روحی و روانی بکشونم حتی به بیمارستان و تیمارستان. شما فکر میکنید نمیشه؟ میکروبه؟ نه. خیلی عذر میخوام، بذارید من به خودم بگم. اینجا نه میکروبی هست نه ویروس. اینجا میدونی چی شده؟ من میکروب شدم. من دارم این شخصیت رو از بین میبرم. من هستم که او رو دارم زیر پای خودم له میکنم. یه خود فکر بکنیم به این مورد. دوست عزیز من، اگر تو در اعتیاد هستی یه مقدار فکر بکن. روزی که با این دختر آشنا شدی، روزی که با این پسر آشنا شدی، چقدر روزهای زیباییه. همین الان داری میشنوی به یاد میاری، مگه نه؟ نشسته بودی در فلان پارک، تلفن زدید با هم دیگه نگاه می‌کردید، در فلان رستوران، در فلان جا، در فلان کافه، نمیدونم، به هر حال بستگی به محدودیت‌های زمانی، کشوری یا مکانی خودت، به هر حال یه ملاقات، چقدر فکر می‌کردی؟ وقتی که اس ام اسش نمی‌اومد چقدر ناراحت بودی، درسته؟ وقتی که خبر می‌اومد دلت شروع می‌کرد به تپیدن. ممکن بود به خاطر رو بری زیر ماشین، حواست پرت باشه، من نمی‌دونم، هزار یک تا اتفاق ممکنه بیاد. اما یهویی چی شد که همونو که انقدر دوست داشتی حالا انقدر او رو افسرده کردی که نمیخواد ببیندت؟ چه کسی این کارو کرد؟ حالا ما هی بندازیم گردن این، هی بندازیم گردن اون. بابا عامل من هستم. اگر من متوجه این موضوع بشم، اون وقت خواهم گفت وای بر من، وای بر من چه کاری کردم. اما میتونم بگم که دوباره میسازم. خودم خراب کردم، دوباره میسازم. اما با چه قوتی قدرتی؟ دیگه من قوتم رفته، پول ندارم، هیچی ندارم، آبرون، همه چیز رفته. اما باز به این ابرمرد فکر بکنیم، به عیسی مسیح فکر بکنیم که برای او مهم نیست و آبرود رفته. اتفاقا اومده برای کسانی که آبروشون رفته، او اومده برای کسانی که ضعیفن، او اومده برای کسانی که در گل لجن هستن، او اومده برای کسانی که هر روز صحبت میشن، او اومده برای کسانی که هر روز میخوان اونا رو بکشن، از بین ببرن، طرد شدن، اصلا دیگه نمیخوان وجود داشته باشه. او میگه که من آمدم برای شما، جانم رو دادم. بابا چه کسی میخواد جانش رو به ما بده؟ ما که در یک مسیری بودیم جون مردم رو داشتیم میگرفتیم، چه کسی؟ این ابرمرد، این ابرقدرت اینجاست برای تو، اینجاست برای من. تعصب رو من بذارم کنار، مسائل مختلف رو من بذارم کنار، اینجا من مطرح هستم با زندگیم. چند بار مگر قراره من زندگی بکنم؟ آیا من دوباره میتونم بچه بشم، تمام اشتباهاتمو انجام ندم؟ نه. اما امروز که روز نجاته، من میتونم تصمیم بگیرم و به خداوند بگم گذشته ها گذشته، من از امروز میخوام مسیرم رو عوض بکنم. آن وقت خداوند میاد دست تو، دست منو میگیره، میگه نه 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 نه، اون راه نیست، تو دنبال من بیا. ما گم شده هستیم، ما راه و بلد نیستیم، کسی لازمه که ما رو هدایت بکنه. اینجاست که عیسی مسیح میگه که من راه میرم و تو قشنگ پاهاتو بذار درست بر اثر اون پای من که اونجا هست، اون وقت تو منو پیروی کن، اون وقت ببین چی میشه. من این کارو کردم،
تمام تعصبات رو بذارم کنم، من این کار رو کردم، به نتیجه رسیدم، نتیجه من اینه که من دوباره شفا پیدا کردم، نتیجه من اینه که این زنجیرها از دست و فکر و وجود من ریخ پایین، من به این نتیجه رسیدم، فرزندی دارم. مگر میشه همچین اتفاق؟ هر روز صبح من پا میشم میبینم که دختر عزیزم داره خونه قدم میزنه، تعجب میکنم، میگم این دختر منه؟ مگه میشه؟ مگه میشه من همسر داشت؟ مگه میشه من ازدواج کرده باشم؟ بله، در او، در این ابرمرد، در این قوت قدرت، در این بیهمتا، در این زیبا، در این بی‌نظیر حتما این ممکن است. چطور؟ وقتی که من به او ایمان بیارم، وقتی که بگم خداوندا من قبول دارم ضعیف هستم، من قبول دارم نمیتونم، اما من میخوام تو کمکم کنی، دست تو دراز کن و به مسیح بگو دست مرا بگیر و اون کارو خواهد کرد. کافی است که بگویی، با زبانت اعتراف بکنی، آن وقت نه فقط موجب خوشنودی همسرت، بچهات، خانوادت و خانت میشی، اجتماع تو رو میپذیره، افتخار میشی برای حتی مملکتت و خداوند تو رو ترقی خواهد داد به هر پیشرفت و به هر برکتی که او برای تو در نظر گرفته. اون وقت تو از این قفس آزادانه، آزاد میتونی پرواز بکنی جایی که او میگه تو بروی. چی فکر میکنی دوست عزیز من؟ در پایان این برنامه تصمیم بگیر با ما باش برای برنامه‌های دیگه. ایمان دارم که عیسی مسیح تصمیم تو رو احترام میذاره، چون خودتو دوست داره، ما هم تو رو دوست داریم. با ما باش.